نشست علمی روزانه آیتول العظما سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه 16 رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیتول العظما شیرازی در رابطه با برخی از احکام قضا و فدیه در رابطه با روزهی که در ماه مبارک رمضان گرفته نشده فرمودند، این مسئله در عروت الوسقا آمده که اگر کسی در ماه مبارک رمضان به دلیل مسافر بودن و یا بیماری روزه نگرفت باید تا سال آینده این روزه را قضا نماید اما اگر در این یازده ماه نتوانست قضای روزه خود را به جا آورد چنانچه به همان بیماری که در ماه رمضان موفق به روزه گرفتن نشده نتوانست قضای آن را به جا آورد میان فقها اجماع وجود دارد که قضا از او ساقط است و فقط فدیه به گردن اوست معظم الله در ادامه فرمودند اما اگر دچار بیماری غیر از آن بیماری شد که به دلیل آن نتوانسته روزه بگیرد یعنی در ماه رمضان مبتلا به یک نوع بیماری شد و نتوانست روزه بگیرد و در یازده ماه دیگر دچار بیماری دیگری شد و نتوانست غذای آن را به جا آورد در این مورد جماعتی از فقها ها گفتند که غذای این روزه تا آخر عمر برگردن اوست و هر وقت توانست باید غذای آن را به جا آورد و علاوه بر آن فدیه هم به گردن اوست ایشان همچنین فرمودند اگر کسی در ماه رمضان هم به دلیل مسافر بودن روزه نگرفت و در یازده ماه بعد به دلیل بیمار بودن موفق به قضای آن نشد و یا برعکس همین حکم را دارد آیت الله شیرازی با اشاره به نظر برخی از فقها فرمودند اما اگر شخصی دچار بیماری نشد اما دچار عذرهای دیگری شد جماعتی از فقها از جمله مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی و مرحوم ملا احمد نراقی در مستند و شیعه و برخی از فقهای دیگر به جهت روایاتی که ظهور در اطلاق دارد گفتهاند که به هر عذری که در ماه رمضان روز نگرفت و به هر عذری که یازده ماه دیگر به جا نیا آورد قضا به کلی ساقط می شود. معظم در ادامه فرمودند این قول جماعتی از فقها ها می باشد که به نظر من هم آمده که به دلیل روایات خاصه معتبر است با هم فرمایشات آیت الله العظماشی را ببینیم و بشنویم بله بله به نام قول صاحب عروه و جماعتی فرق است اما رو اون عرضی که من کردم سه تا روایت داره تو ذهنمه طبق اطلاق اون تا روایت فرقی بین مسافر و مریض و عذرهای دیگه مثل عذرهای زنانه و مثل سفر اجباری و مثل سفر حج و هیچ فرقی مهم آذره تو ماه رمضان معذور بود نگرفت این یازده ماه دیگه معذور بود چه عذر مرض باشه چه عذر چیزای دیگه باشه